خدا انشاءالله که مادراشون زن قید حیات هستن هم پدراشون مادراشون حفظ کنه و قدر بدونید، چون اینا وقتی انسان قدر میدونه که از دست میرند. مادرم یه وقت تعریف میکرد برای من، میگفت که خب ما جبهه بودیم، میرفتم زیر این استخر ده و میدونه زنها که دارن رخت میشورن پچ پچ میکنن، فکر میکردم یه اتفاقی برای شما افتاده، اینو دارم با هم خصوصی حرف بزنم. میرفتم تا تو خونه قرار نداشتم، برمیگشتم به زیر استخر. اینا را قسم میدادم که یه اتفاقی برای بچه من افتاده به من بگید. خب خدا میدونه به من چی گذشته، چطور صبر کردم برای مصیبت ها و موضوعاتی که به وجود نمیشه واقعا قدرشون را قدر گذاری کرد. ما که این توفیق از دستم رفت، آقای کرمی هم از دستش رفت. اونهایی که هنوز توفیق دارن باید قدر بکنند، نباید از دست بکنند. یه وقتی روز آخری که آرزو میخواستم برم، گفت نه بمون. گفتم نه، من این کار مهمی دارم، میام دو روزه برمیگردم. گفت نه، هی میگی امریکا. من مادرتم، بمون یه روز. آرزوش این بود من رفته بکنم. گفتم قول میدم دوشنبه میرم برمیگردم. گفت ممکنه منو نبینی. من خیلی باور نداشتم مثلا مادرم رفتن. خب تصمیم گرفتم نرم، تأخیر نمیذارم، رفتم تا بالا دور زدم و خواهرام مادرم رو قانع کرد. گفت من نمیخوای بره، برو. من دم آخر یه چیزی تو ذهنم بود با اونی که کف پای مادرم رو ببوسم. خیلی وقتا دلم میخواست این کارو بکنم اما نمیشود. من حبیبا خیلی رفتم میشود یا نمیشود. ناخداگاه رفتم تا دم در برگشتم، کف پای مادرم رو بوسیدم، نصیب نمیشود. خب رفتم هم یعنی واقعا سرنوشت مهم